سال 1900 از جانب کلارا سیتکین در فورم زنان که بخشیده با یک دلی تمام زنان جهان جمع آمده شده بود، روز 8 مارت را روز زنان اعلان کردند و تاریخ پیدایش اساس و گروه اجتماعی که این جشن را همچون جشن زنان قید کردند، اگرچه مختلف باشند، گوناگون باشند، یک چیز با ما گواه است که این مبارزه زنها برای برابر حقوقی خود، برای در جمعیت جای خود را گرفتن روانه کرده شده است. 3000 سال پیش یکی از قبیله های به نهایت خونخوار که به تاخت و تاز مشغول بودند و تمام اروپا و آسیا را به حیرت آورده بودند، به لرزه آوردند، قبیله گونها هستند که آنها در سرحد دولت بزرگ خطای می آیند و راهبر این قبیله با طلب قطعی به امپراتوری خطای می گذارد که یک دختری زیبا داری، اگر دختری زیبایت را به من به زنی ندهی تمام ملکت را به خاک ریز میکنم. پادشاه البته ملکش را، خلقش را، قومش را دوست می داشت، لیکن دخترش دختر یگانه بود. راه خلاصی یافته بعد مشاورت زیاد آنها از یکی از دهه های دوردست خطای یک دختری عادی دهاتی را از بین پدر و مادرش مجبوران گرفته آورده در دربار خود می آموزانند، گویا که دختری پادشاه است و وی را پیشکش می کنند به راهبر قبیله گونها. دختر چنان زیبا، چنان زیرک بود که وی خود را دختری امپراتور وانمود کرده با یک زیباگی، با یک حسن خود قبیله دو تا دولت را، دولت خطای و قوم گونها را از به همدیگر برخوردی و نیست و نابود کردن چندین هزار آدم ها نگاه می دارد. تاریخ دیگری کلیوپاترا است که با عشق و محبت خود، با زیباگی خود خلق مصر را یک چند مرتبه از تاخت و تاز امپریای ریم برم نجات می دهد. اون من که زنها همه وقت در تاریخ بنیادکارند، پیش از همه بزرگی مادر در آن افاده می‌یابد که وی اساسگذار حیات است. شخص را مادر تولید می‌کند، حیات را مادر تولید می‌کند. بزرگی مادر در آن ظاهر می‌گردد که وی دوام دهنده حیات است. اگر مادر که نباشد حیات نیست. خدا حیات را آفرید و آینده‌اش را در دست مادر سپارید. بزرگی مادر در آن است که مادر حیات را محافظت میکند، حفظ مینماید. با تمام سردی ها و خنکی ها و گرمی ها مادر برای فرزند خود، برای نسل خود میرود. برای همین مادر بزرگ است. بسیار در تاریخ انسانیت بسیار چیزها از روی بزرگیشان، از روی حشمتشان با نام مادر نام برده میشوند. مثلا مادر را به وطن هم منا میکنند، سینانی میتیند. باز میگویند که تکرار مادر دانش است. یعنی که بزرگی حشمت دل خود چیز را به مادر نسبت میدهند که این حقیقت راست است. مادران ما برای برقرار کردن حقوق خود اول مبارزه بردند که روز 8 مارت تولید شد. یعنی که روز 8 مارت روز مبارزه مادران زنها برای برقرار کردن حقوق خود، برای موقع خود در جمعیت بود. امروز در دولت ما مبارزه زنها برای برقرار کردن حقوق احتیاجات خود را گم کرده است، چون که الکی زنها برابر حقوقند، برابر مردها کار و فعالیت میکنند، در بسیار جبهه ها وظیفه های راهبری کننده اند دارند، عموماً عضو پیشرفت جامعه هستند و روز 8 مارت یک روز عید عادی، عیدی که ما به زنها توجه مخصوص ظاهر میکنیم، عیدی که ما زنها را ناز و نوازش میدهیم، حتی به عید مبدل شده است که کوشش میکنیم که بهترین تحفه ها، گل، دیگر خیلی چیزهای بهترین را به زنها هدیه کنیم. برای همین من در این روز به زنها، به مادران تمام تمنیات های خوش را اظهار کردن هستم و تمنا میکنم که مادران در سر ما باشند. و از حیات مادر خودم یک لحظه رو باید آوردن هستم که مادر من در کلخوز کار میکرد، از سر تا بگو پخته میچید، افکار میشد، مانده میشدند، لیکن شبانه آمده کوشش میکردند که اولای سرفرزند بودیم، ده پسر داشتن مادر من، و یا کوشش میکردند که یکم تا ما گرسنه نمانیم، لباسی تازه و آزاده قطی مکتب رویم، تا آن دمه که ما رو با خوراک پخته نمیدود، بعد کار حتی لباس های ما رو نمیشست، خواب نمیرفتند و این لحظه های شیرین حیات هیچ وقت یادم نمیرود. و من هم حاضر صحت سلامتی خود رو از مادر میبینم. صد ساله شوید مادری من، بر سر ما دائما زنده باشید.